بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما برای عزیز، امید دارم خوب صحت مند سر حال باشین. خوش آمدین به یکی از درس های دیگه تان. امروز از فرم 15 کتاب صد فرم اصلی بخش علوم طبی اشتراک کار میکنیم. در بخش علوم طبی اولین سوال که در اینجا آمده، سوال 44، در این سوال پرسان شده کدام یک از تعاملات زیل تعامل ریدوکس است. تعامل ریدوکس بچیم به تعامل گفتم میشه که در اونجا نمبر اکسیدیشن تغییر خورده باشه از عناصر. عناصر در یک طرف مادله و طرف دیگه مادله، نمبر اکسیدیشنشون عین چیز نباشه. مثلا اگر اینی مثال اولش رو ببینیم، جواب اول را، جواب اول است Fe2O3+CH2 و نتیجه شده Fe آهن دوتا جمع CH2O. در اینجا بلانس آهن مثبت 3 از اگه سیر که انتقال بدیم، در اینجا آهن تنامه ده، یعنی بلانس 0. 3 0 شد، تغییر خورد، حتما ریدوکس است. خلاص این جواب دیگهش نمیبینیم. سوال دیگه کار میکنیم، سوال 46 هم است. در این سوال میگه که کثافت یک توتی از یخ 920 کیلوگرم بر متر مکعب است و کثافت آب بحر 1025 کیلوگرم بر متر مکعب است. گفته اگر یخ در بین آب بحر باشد، چند فیصد خود یخ در سطح آب شناور می باشد؟ اگر تصور کنیم اینی سطح آب باشه، وقتی یک دانه یخ، یک توته یخ در بین آب انداخته میشه، یک فیصدی از توته یخ زیر آب می باشه، یک فیصدی سر آب. این فیصدی که سر آب رس او رو پرسان کرده، این فیصدی زیر آبش رو بخواییم پرسان پیدا کنیم، اینمی قیمت که ایجاد داده کثافت خود جسم رو تقسیم کثافت آب میگنیم، این فیصدی بیرون برآمدگیش رو پرسان میکنه، یعنی شناورش رو، به دو صورت 1025 تقسیم، یعنی کثافت آب رو تقسیم کثافت خود جسم میکنیم. سر چپه 1025 تقسیم 920 کنیم، تقریبا دامشه. سال 48 میگه که انرژی دو دانه فوتون، یک دانه فوتون نه دو دانه فوتون، یک اشار سی دو ضرب دوتون منفی ده است، فرکونسی فوتون ها مساوی است، فرکونسی یک فوتون را پیدا کنید. خب انرژی دو فوتون را چون جمع کده، برای از اینکه شما انرژی یک فوتون را پیدا کنید، این را اول نیم میکنید که انرژی یک دانه فوتون پیدا شد. انرژی یک فوتون تقسیم دو که کنیم، یک اشار سی دو ضرب دوتون منفی ده جول تقسیم دو میشه یک دو دو، یک تقسیم دو نمیشه، از خودر صفر میگیریم، بعد از او اشاریه نوبت چه میرسه، اشاریه بالا انتقال میتیم، دو دانه 13 6 دو 12 یک باقی 6 دو 12 صفر شو 6 ضرب دوتان منفی تجول انرژی یک دانش است. و رابطه انرژی و فریکونسی اینطور است که انرژی هر فوتون مساوی است به ثابت ماکس پلانک ضرب فریکونسیش H ضرب F. قیمت از این انرژی است اون 0.66 ضرب دوتان منفی 10 جول مسیحی است به ثابت ماکس پلانک. قیمت شده کتاب برتان داده که 0.66 ضرب دوتان منفی 34 گفته بیره. ضرب فرکونسی که نامعلوم است او باشه، فرکونسی نامعلوم است، قیمت چندش تگریم جول ای طرف امرو جول او طرف. خلاص اینی قیمت هایی سو بین در مخرج میرن، 0.66 ضرب دوتان منفی ده باشه، در مخرج میه 6.6 ضرب دوتان منفی 34 جول. خلاص دانا ثانیه مانده مسیب فرکونسی. برزی که ساده تر خلاص شوه، من اینجا یک دانه صفر میمانم، بالام دو خانه شوره میشه، پایینم دو خانه شوره، دو خانه شوره که دو خانه شوره خلاص، باز یک شست شش شست شش، یک شست شش شست شش صفرش باشه، ده پایین میمانم، ده بتوان منفی ده در صورت باشه، پایین ده ضرب ده بتوان منفی 34 ده بتوان منفی 33 میشه، ثانیه یکشم باشه، بخاطر ازی ده بتوان منفی 33 که ده بتوان مثبت یک است، منفی 34 مثبت یک، منفی 33 مصیب فریکونسی. آخرین مرحله رسید دیگه، فریکونسی مسیز به
از 10 ها 1 تن 10 میگیریم، انتقال میگیریم 10 تن منفی 33 بالا بره 10 تن مثبت 33 میشه، مثبت 33 و منفی 10 مثبت 23 میمانه و 1 بر ثانیه هم هرتز است، یعنی فرکانسی از فوتون 10 تن 23 هرتز است. سوال بعدی سوال 49 است. در سوال پرسان شده که 32.8 فوت بر ثانیه مساوی با چند متر بر ثانیه میشه؟ از جنس متر بر ثانیه گفته پیدا کنید. نه اینجا باید چون ما فوت را به متر تبدیل کنید، ثانیه پس خودش است. رابطه بین فوت و متر اینطور است که 1 متر 3.28 فوت میشه، یا بگیم 3.28 فوت 1 متر است. این حاله در سوال 32.8 فوت پرسان شده، او چند متر میشه؟ x تناسب تشکیل میتیم، در مقابل x 3.28 است و در مخرج میه فوتو کت فوت خلاص میکنم، 3.28 اینجا که 32.8 که اینجا است ضرب 1 متر شد 32.8 متر میشه. باز خانه اشاری مثل این است، دوباره 1 0 بانیم، دو خانه اشاری در بالا دو خانه در پایین، خانه اشاری دو دو دانه که دیگه خلاص 1 328 328 بالا هم 1 328 328 صفرش میمانه و نشته میکنی، جواب 10 متر است. سوال بعدی سوال 50 است. در این سوال پرسان کرده که دو مقامت به طور مسلسل در یک دوره بستکاری شده، اگر ولتاژ منبع ولتیج 120 ولت باشه و جریان 15 امپیر از سرکت یا دوره عبور کنه، گفتم مقاومت معادله پیدا کنین، یعنی مقاومت مجموعی. تو مقاومت سه مقاومت هر قدر باشه امره V و I به شکل مجموعی، مقاومت مجموعیشان امره از اونا توسط قانون اوم رابطه برقرار میکنه. قانون اوم میتونه است که تفاوت پتانسیل مسیب R سر به I. ما آر کار داریم، قیمت وی را میمانیم 120 مثل با آر ضرب قیمت آی را میمانیم 15. 15 را با 120 اختصار میکنیم، 1 15 15 8 15 120، اونجا 8 میمانه ایسون آر و واحد آر مقامت اوم است، 8 اوم. سوال بعدی کار میکنیم سوال 53 هم است. در این سوال گفته که 3 فوتون فرکانسیشون مساوی است و فرکانسی هر کدامش 10 به توان 20 هرتز است. این فرکانسی مجموعیشون نیست، از هر کدامش 10 به توان 20 هرتز. حالا پرسون کرده که انرژی مجموعی هر 3 فوتون را پیدا کنید. انرژی یک دانه فوتون تر میشه ثابت ماکس پلانک ضرب فرکانسی از 3 تاش ضرب 3 تا میکنیش خلاص. خیر اتر که انرژی مسیز به 3 ضرب h ضرب f، انرژی مسیز به 3 ضرب قیمت h 6.6 است ضرب دابتان منفی 34 در سوال داده، جول ضرب ثانیه و فرکانسی دابتان 20 هرتز است، هرتز 1 بر ثانیه است، یعنی در مخرج بریش ثانیه میشه، ثانیه هم روی ثانیه خلاص. 3.6.18 اصل بر 1، 3.6.18 و 1 19 1 خانه شوریه رو بکشیم، 19.8 ضرب 10 به تون منفی 34 و مثبت 20 علامه از کلان میگیریم منفی، از 34 که 20 کم شوه 14 میمانه. اگر در جواب نبود باز را علمی کرده اشاره را یک خانه اسم میبریم. آها در جواب تو نشته است که 1.98 اشاره را یک خانه اسم میبریم، وقتی که طرف چپ اشاره را میبردی توان منفی توان یکی زیاد میشه، طرف راست میوردی توان کم میشه. حال دبتون منفی 14 که یکی زیاد شوه منفی 13 میشه، تو نشه که منفی 14 یکی زیاد کنین منفی 15 شوه، منفی 15 از 14 کرده، از منفی 14 کرده کمتر از زیادتر نی، یکی اضافه میکنین منفی 13. سال 55 میگه که 12 متر بر ثانیه چند فوت بر ثانیه میشه؟ بر محاسبه کردن 12 متر بر ثانیه از جنس فوت بر ثانیه رابطه پیشتر استفاده میکنیم، تناسب هم بار کار کرده میتونیم، عمومی هم کار کرده میتونیم، 12 رو بانیم هر متر گفتیم که 3.28 فوت است بر ثانیه باشه، این حال 12 به ضرب 3.28 شد، 12 ضرب 3.28 کنین هرچی که میشه دیگه. سوال بعدی سوال 57 است.
میگه یک جسم از یک ارتفاع با سرعت اولیه 13 متر بر ثانیه به طرف پایین پرتاب میشه. حتما نمودن پرتاب میشه چون زاویه نگفته. بعد از چند ثانیه؟ بعد از یک ثانیه. بعد از یک ثانیه جسم به زمین میرسه. سرعت برخورد به زمین را محاسبه کنید. ویدو وقت چی خود بود؟ چون وقتی یک جسم از بالا به طرف پایین پرتاب میشه، اول خب با سرعت V0 پرتاب میشه، این سرعت اولیش است. وقت پرتاب شد سرعت آهسته آهسته زیاد میشه، یک حرکت تعجیلی پیدا میکنه. حرکت تعجیلی فرمول سرعت یا مدل سرعت چطور است که V مساوی به V0 جمع AT. اینا در پرتاب عمودی وقتی یک جسم عمودن پرتاب میشه، چیزی که سبب تعجیل در جسم میشه او تعجیل جاذبه زمین است، یعنی بجه A جمعه V0 جمع GT. خیلی V مساوی به V0 13، G تعجیل زمین 10 می باشه، زمان هم یک ثانیه، یک ضرب ده 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 جمع 13 23 متر بر ثانیه سرعت جسم میشه. سوال بعدی است، سوال 60، میگه یک جسم از یک ارتفاع سقوط آزاد میکنه، بعد از 6 ثانیه به زمین میرسه، سرعتش در زمان برخورد به زمین چند است؟ در سقوط آزاد از پرتاب از بالا به پایین فقط فرقی نمیست که سرعت ابتدایی وجود نداره. جسم رو شما در فضا رها میکنین، رها کردین سرعت چوال صفر میباشه، آیسته آیسته زیاد میشین، سرعت ابتداییش صفر است. این نونوم فرمول V مسیب V0 جمع جیتی که بر سوال قبلی کار کردیم، فقط V0 جا صفر است. خیلی V مسیب بور نشته نمیکنم، قیمت جی ده است و زمان هم 6 ضربه ده 60 میشه، 60 متر بر ثانیه. سوال بعدی سوال 64 است، میگه که الکترونگیتیویتی فلورین 3.98 الکترون ولت است، سیزیم 0.7 الکترون ولت است، اگر ایده تو کدی دیگه رابطه برقرار کنن رابطهشون از کدام نوع می باشن؟ شما تفاوت الکترونگیتیویتی رو باید پیدا کنین. تفاوت الکترونگیتیویتی یعنی اینا رو زیدیگه تفریق میکنین، فرقشان 3.98 الکترون ولت را منفی 0.7 الکترون ولت میگنه. تفاوت الکترونگیتیویتی مسیم میشه با اونجا در خانه 2.0 که جه صفر باید باشه دیگه، اگه خانه اشاری مسی کنیم از 8 صفر کم شوه خودش، از 9.7 کم شوه میمانه 2 نوبت اشاری است و از 3 صفر کم شوه خود 3 3.28 الکترون ولت تفاوت الکترون نگتیویتی شان است. این حال تفاوت الکترون نگتیویتی وقت 3.28 الکترون ولت باشه رابطه حتما آیونی است. قانون طور است که هر وقت تفاوت الکترونگیتیویتی از 1.7 الکترون ولت زیادتر باشه رابطه آیونی می باشد. اگر بین 1 و 1.7 باشه رابطه 50% آیونی است، 50% قطبی، رابطه 50% ساخته می شه. اگر از 1 کردم کمتر باشه، 0.5 تا به 1 باشه، باز رابطه اشتراکی قطبی است، و اگر 0 تا 0.5 باشه رابطه بیخی غیر قطبی، اشتراکی غیر قطبی. تفاوت الکترونگیتیویتی کمترین اشتراکی غیر قطبی، از 0.5 تا 1 اشتراکی قطبی، از 1 تا 1.7 50% از 1.7 زیاد آیونی. سوال بعدی کار میکنیم، سوال 80 است. در این سوال میگه که 170 میلیلیتر محلول سلفوریک اسید داریم، ای حجم شد سلفوریک اسید H2SO4 است. حالا گفته که غلظت نرمال 3.2 است، چقدر سلفوریک اسید در این محلول وجود داره؟ غلظت نرمال 3.2 است، مقدار سلفوریک اسید، کتله سلفوریک اسید که چند گرام است او رو محاسبه کنید. فرمول برای زیاد است که اگر غلظت مولاریتی حساب کنم، کتله تقسیم کتله مولکولی ضرب حجم، و اگر به میلیلیتر بود ضرب 1000. اگر بخوایم این فرمول مولرتی را به فرمول نرمالیتی تبدیل کنم، فقط ولانس مؤثر را دیجه ضرب میکنم، غلظت مولرتی به غلظت نرمالیتی تبدیل میشه. حالا مقدار غلظت نرمالیتی را غلظتش را گفته که 3.2 است، ام نامعلوم است، کتله ضرب 1000، کتله مولکولی H2SO4 98 است، حجم هم 170. با ولانس مؤثر تعداد هیدروژن در تیزاب می باشه، اونجا 2 دارم، خیلی ولانس مؤثر 2 است. اگر اختصار کنیم 1, 2, 2, 4, 2, 8, 9, 2, 8, 9, 9 اینجا به دست میارم، 1, 0 هم اینجا خلاص میشم،
دیگه این طرف نوستاین میکنیم. مخرج یک است یک ضرب ام و صد. خود ام و صد میمانه. سه اشاریه دو ضرب 49 ضرب 17 میشه. اطراف تقسیم صد میکنی و در مخرج میره این ضرب تقسیم را بس خودتان انجام میده. شکر عزیز، درس امروز تون در اینجا به پایان میرسه. انشالله تا درس بعدی خوب صحت مند سر حال باشیم، بازم در خدمتتان قرار میگیریم.